سیاستگذاری انرژی باید بر اساس آینده انرژی های فسیلی باشد. آیا نفت و گاز در آینده اهمیت خود را حفظ خواهد کرد و کشورهای صادرکننده آن خواهند توانست جایگاه ژئوپلیتیک خود را نگه دارند؟ سلام، اینکه ایران به شرق رو کند یا به غرب بیش از هر چیز خود را در سیاست گذاری انرژی نشان می دهد. شرق در شرایط تحریمی نفت ایران را می خرد، اما ارزان تر. غرب که تکنولوژی به روزتری برای سرمایه‌گذاری در صنعت سوخت های فسیلی ایران دارد، تحریم های شدیدی تحمیل کرده و دسترسی به این سرمایه‌گذاری را دشوار کرده. اما این توصیف از تصمیم استراتژیک رهبران ایران با فرض حفظ اهمیت سوخت‌های فسیلی در آینده نزدیک و میان مدت است. این سوخت‌ها که از اوایل سده گذشته اهمیت روزافزون یافتند، مایه ارتقاء جایگاه کشورهای صاحب و صادرکننده نفت و سپس گاز شدند. آیا با جهانی شدن تعهد به کاهش استفاده از این سوخت‌ها که سیاست‌های چین را هم تحت تأثیر قرار داده، کشوری چون ایران خواهد توانست از نفت و گاز به عنوان اهرمی در خدمت اهداف استراتژیک خود استفاده کند؟ جواد کیپور، کارشناس حوزه انرژی در دانشگاه تالتک استونی، جواب منفی به این سوال می‌دهد. اما علم صالح، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا، میگوید آینده سوخت‌های فسیلی قطعی نیست و همینطور در مورد جایگاه کشورهای صادرکننده این سوخت‌ها هم نمیتوان با قطعیت صحبت کرد. خیلی خوش آمدید آقای کیپور. دلیل اطمینان خاطر شما در مورد آینده میشه گفت تیر و تار سوخت‌های فسیلی چیه؟ بله، همونطور که شما اشاره کردید، فکر میکنم که در این گذار انرژی که برای سال 2050 یا 2060 هدف گذاری شده که ما به اصطلاح به کربن نیوترالیتی و خنثا شدن اثر کربن ناشی از سوخت های فسیلی برسیم، ارزش و جایگاه نفت در معادلات سیاسی دنیا به خصوص بین دسته ای از کشورها که در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد کدوم کشورها منظورم هست، کاهش پیدا میکنه، رو به افول هست. در مورد گاز این کاهش و افول از قبل اصلا آغاز شده، بنا به دلایلی که باز اشاره خواهم کرد. اما اگه از نفت بخوام من شروع بکنم، لازمه که اول اشاره بکنم که منظور من چی نیست. چون شاید ماها از دوران کودکی شنیدیم که نفت تمام میشه، نفت 20 سال دیگه بیشتر نیست و از اون زمان 40 سال چه بسا گذشته و هنوز نفت و گاز وجود دارن و شاید این برای مخاطب این سوال رو ایجاد بکنه که خیلی این باز یه دیدگاه بدبینانه است نسبت به نفت. منظور من این نیست که چون نفت تمام می شود آینده نداره. حتی منظورم این نیست که چون نفت گران می شود، چون همچین گفتمانی رو ما در دهه 2000 زمانی که به خصوص برای اولین بار در طول تاریخ نفت به بیش از حدود 140 دلار بر بشکه رسید هم داشتیم. به خاطر اینکه نفت گران می شود و کنار گذاشته می شود هم منظور من نیست. دلیل اصلی برای کاهش مصرف نفت، روند رو به کاهشش که بعد بنا به این کاهش ارزش ژئوپلیتیکش هم کاهش پیدا میکنه، این هستش که یک رقیبی داره میاد و اومده، حتی تکنولوژی ها و فناوری های انرژی های تجدیدپذیر. به خصوص تمرکز من روی بحث تکنولوژی های ذخیره سازی یعنی باتری ها هست. ما چیزی که الان داریم میبینیم اون آینده امیدوار کننده و حتی اون چیزی که وارد بازار شده راجب خودروهای برقی، این رو شاید مثلا 20 سال پیش اصلا قابل تصور نبود. حتی اون زمان صحبت‌هایی بود سر این که اصلا پروژه خودروی برقی به فرض شکست خورده، ولی می‌بینیم که داره میاد و این بخش زیادی از بار مصرف نفت در بخش حمل و نقل رو به دوش خواهد کشید. و علاوه بر اون در بحث برق هم، تولید برق هم، ما می‌بینیم که انرژی تجدیدپذیر خیلی وارد شدن به خاطر کاهش قیمتشون.
عددهای مختلفی هست بنا به نوع تکنولوژی‌های مختلف. من یه عدد رو فقط انتخاب کردم از بین بسیاری در مورد روش‌های تولید برق از انرژی خورشیدی. در فقط طول همین 10 ساله حدود 7-8 برابر ما کاهش قیمت در واقع تولید رو داشتیم، کاهش قیمت خرید مثلا پنل‌های خورشیدی به فرض. بله، انرژی‌های تجدید پذیر ارزون‌تر شد. ارزون‌تر شد. میدونم دوست دارید ادامه بدین این بحثو، ولی قبل از جنگ اوکراین این فوق‌العاده قوی بود، استدلالی که شما دارید میکنید. بعد از جنگ اوکراین از قوت این استدلال کاسته شد و ما میدونیم جنگ اوکراین به نظر نمیاد جنگی باشه که به این زودی تموم بشه. جنگ های این چنینی هست دیگه، اینجا و اونجا در مناطق مختلف دنیا. بعد میدونیم که سیاست‌های آمریکا در این زمینه فوق‌العاده مؤثره و ممکنه ترامپ دوباره بیاد سر کار، و ترامپ اصلاً اعتقادی به کنار گذاشتن یا کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی نداشت. خب در چنین شرایطی میشه با قطعیت در مورد این روندی که شما میگی تا 2050 و 2060 به نتیجه میشه صحبت کرد؟ فکر میکنم بله، به خاطر اینکه این روند پیش از جنگ اوکراین اتفاقا آغاز شده بود. بله. و با جنگ اوکراین اساساً این روند تشدید شد در روابط بین اتحادیه اروپا و روسیه، به عنوان اون کسی که در مورد گاز وقتی صحبت میکنیم همیشه روابط گازی این دو گره خورده بود با بحث ژئوپلیتیک انرژی. بنابراین تصور من این هستش که اتفاقا اون گفتمانی که دولت‌های اروپایی سعی کردن بسازن، به خصوص مثلا در بین کشورهای بالتیک یا کشورهای اروپای شرقی، که مقاومت بکنن در برابر اتفاقا اینکه مصرف گاز رو، واردات گاز و نفت رو از روسیه کنار بزنن، و کنار گذاشتن. گذاشتن، ولی کماکان از گاز استفاده میکنن، منتها این گاز رو از جاهای دیگه میگیرن به اشکال دیگه، خیلی کمتر. و بعد این روند آغاز شده که این توانمندی برای این که بیشتر به سمت انرژی های تجدیدپذیر برن اثبات شده. اتفاقا بحث شما در مورد گاز من رو میبره به قسمت دومی صحبتی که میخواستم عرض بکنم، و اون این که در مورد گاز وقتی صحبت میکنیم چرا من معتقدم که اصلا شروع شده این کنار گذاشتن گاز. اول اینکه فناوری های تجدیدپذیر قبلا هم بودن، یعنی 20 سال پیش 30 سال پیش بله. بودن، البته بیشتر به عنوان یه چیز شاید لاکچری بودن که خیلی در مورد یه چیز فانتزی صحبت میشد. ولی اتفاقی که افتاد این بود که ما در همه گذارها البته داریم، مثلا یکی از تئوری های گذار به این اعتقاد داره که همیشه فشار چشمانداز، پرسپکتیو و ورود تکنولوژی های جدید از دو طرف میان باعث میشن که تکنولوژی های متداول که الان اینجا تکنولوژی استفاده از نفت و گاز باشه تحت فشار قرار بگیره و خودشون رو جایگزین بکنن. همراه این باید یک گفتمانی وجود داشته باشه، و گاز موفق نشد. یعنی در اواخر دهه 2000، اوایل دهه 2010 این امید میرفت، حتی مثلا آژانس بین‌المللی انرژی گفت که این دوران طلایی گاز آغاز شده، و تصور بر این بود که چون ما ناگزیر هستیم که زغال سنگ رو کنار بذاریم به خاطر آلایندگی بالاش، ترکیبی از گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین زغال سنگ میشه. این اتفاق نیفتاد بنا به چند دلیل. یکیش همین بحث‌های تنش‌های ژئوپلیتیکی بود که بین اتحادیه اروپا و روسیه اتفاق افتاد. اروپا دیگه از روسیه گاز نخرید. سعی کرد که با احتیاط بیشتر برخورد کنه تا جایی که رسیدیم به این جنگ اوکراین و دیگه نخرید. مسئله دوم این بود که لابی‌های گاز در مراکز تصمیم‌گیر نتونستن خیلی قوی عمل بکنن. حتی ما در جاهای شاهد این بودیم که ترکیبی از زغال سنگ و هسته‌ای و تجدیدپذیر اومد جایگزین شد به جای گاز. بله. قبل از اینکه از آقای صالح سوال کنم، در چند جمله اگر بتونید ما بگید که این روندی که میگید در مورد خاورمیانه هم صادقه یا نه، چون در خیلی از زمینه‌ها معادلات خاورمیانه به کلی متفاوته، از جمله در زمینه سیاست گذاری انرژی. تقریبا میتونم اینطور بگم که بحث در واقع شروع جنگ اوکراین، تجاوز روسیه به اوکراین، یه خورده این رو به تعویق انداخت. یعنی یه نگاه مجددی، البته نه خیلی قوی، از طرف اتحادیه اروپا به خاورمیانه شد برای جایگزینی به روسیه. ولی خاورمیانه خودش به خاطر اینکه میبینه که اتحادیه اروپا خیلی بهش نگاه بلند مدت در حوزه انرژی نداره، از الان سوئیچ کرده به سمت اینکه روابط خودش رو با چین قوی بکنه، به خصوص عربستان و قطر. حالا اینو میتونیم در ادامه
اشاره کنیم. و ایران البته به خاطر به دلایل دیگه، ایران به دلایل دیگه هستش. بله. و فقط اگه من خیلی کوتاه اینو اضافه بکنم در انتهای صحبتم، البته ما وقتی در مورد گذار داریم صحبت میکنیم، من این قسمت صحبت رو پیشاپیش موافق هستم که ما با یک نااطمینانی روبرو هستیم. اصلا ویژگی اساسی دوران گذار این هست، دوران گذار به نااطمینانی شناخته میشه. بخاطر اینکه فاکتورهایی میتونن هر لحظه حضور پیدا کنن، تاثیر گذار بشن. ولی در مجموع پای این بحث میستید که اهمیت نفت و گاز کاهش پیدا کرد و اهمیت یا جایگاه ژئوپلیتیک کشورهای صادرکننده نفت و گاز؟ لزوما نه، این خیلی بستگی داره که کشور به کشور بحث بکنیم. در مورد ایران بگید. فکر می‌کنم ایران نگاهش به استفاده از نفت و گازش بیشتر یک نگاه استراتژیک و امنیت افزاست. و این در مقابل کسی مثل مثلا عربستان یا به خصوص نروژ کاملا متفاوته. من روسیه رو هم خیلی تمایل دارم که بهش اشاره بکنم که چه برد و باخت‌هایی داشته تو این زمینه، و به نظر من اگه با همین روند بخواد ادامه بده، روسیه هم یک بازنده دوران گذار خواهد. وقتی میگید هم، منظور شما ایران هم و روسیه؟ فکر می‌کنم بله، چون به صورت خیلی خلاصه گذر کردن از این گذار به صورت موفقیت‌آمیز نیازمند داشتن سرمایه‌گذاری و به خصوص تکنولوژی هست که با این وضعیت خب یه خورده علامت سوال بزرگی من روی ایران دارم که بتونه این تبدیل کردن و چرخیدن از سمت سوخت‌های فسیلی به تجدیدپذیر و تغییرات عمیقی که باید اتفاق بیفته رو بتونه اجرا بکنه. آقای صالح نظر شما چیه؟ من موضوع رو به دو بحث تقسیم میکنم. در مرحله اول اینکه آیا واقعا نفت داره ارزش خودش رو در سطح جهانی از دست میده یا نه، که به نظر من نه، حداقل در دهه‌های آینده نفت به عنوان تنها منبع و پرارزش‌ترین و پراهمیت‌ترین منبع انرژی در سطح جهانی و برای اقتصاد جهانی باقی خواهد موند. اتفاقی که افتاده کم شدن اهمیت نفت نیست، بالا رفتن تولید نفت در آمریکاست. و اینکه آمریکا بتونه به خاطر اون انقلاب شل، اتفاقی که افتاده که باعث شده تولید نفتش بالا بره و مستقل بشه از باقی دنیا به خصوص از خاورمیانه در واردات نفتش، این دلیل به کم اهمیت شدن نفت نیست. این به این معناست که آمریکا تونسته به یک استقلال نفتی نسبی برسه که بتونه بر اساس اون سیاست‌های جهانی خودش و به خصوص سیاست‌های خاورمیانه‌ش تجدید نظر کنه. و این ضرورتاً به معنای نیست. ببینید الان دو کشور، فقط چین و هند، دو قول اقتصادی دنیا که بیش از تقریبا نیمی از جمعیت دنیا رو به اصطلاح در بر میگیرن، هنوز بالاترین مصرف نفت و گاز رو دارن و احتیاج مبرم دارن به خاورمیانه به خصوص. اروپا رو هم ما میبینیم که بعد از بحران اوکراین به شدت مشکل انرژی داشت و البته رو به خاورمیانه کرد به جای روسیه برای جای و آمریکا بره. بزرگترین منفعت رو در بحران اوکراین برد که 500 نفتکش آمریکایی فقط سرازیر شد در چند ماه اول بحران به طرف اروپا برای فرستادن گاز، برای گاز و نبله گاز. و اتفاقا این داستان زمستان سرد اروپا هم یک پروژه سیاسی بود که خود اروپایی‌ها اون رو ساختن برای اینکه بتونن توجیه کنن باز قیمت بالای انرژی در کشورهای اروپایی رو، دو توجیه کنن بازگشت به انرژی هسته‌ای و حتی بازگشت به زغال سنگ. و این امری بوده که قبل از این تا حدودی مردود منفوش. اون که بحث کاملا جدا ولی جذابیه. اما شما معتقد هستید نفت و گاز تأثیر خودش رو خواهد گذاشت روی معادلات ژئوپلیتیک، اهمیت خواهد داشت به دلیل اینکه مصرف کننده های جدی در شرق داره؟ بله. آیا معنیش این است که کشورهایی که صادرکننده نفت و گاز هستن و در شرایط مثل ایران هستن، اینا برای اینکه اهمیت نفت و بالطبع اهمیت نفت در جایگاه ژئوپلیتیکشون رو حفظ کنن باید به شرق رو کنن؟ ببینید اینکه سیاست ایران رو به شرق بره یا به غرب بره یا شمال و جنوب کاملا بستگی داره به ساختارها و معادلات قدرت داخلی و تغییرات داخلی و منطقه‌ای و بین المللی. ما چیزی که رو که شاهد هستیم، شاهد این هستیم که شاهد افول نسبی تأثیرگذاری غرب در اقصانقاط دنیا هستیم، یا به عبارت دیگر کشورهای نوظهور، قدرت‌های نوظهور در سطح جهانی توانستند که فاصله علمی، تکنولوژی، نظامی، اقتصادی خود رو با غرب کم کنند و
دو قرن سلطه اقتصادی سیاسی نظامی غرب تا حدودی به چالش کشیده بشه. این به معنای ضعف تضعیف غرب نیست، به این معناست که یک جایگزینی از قدرت‌های جهانی غیر غربی، دنیای غیر غرب دارن دنیای غربی یا اون نظم غربی که در دنیا به اصطلاح ایجاد شده بود رو به چالش میکشن. و این معنیش این است که میون کلمتون معنیش این است که برای یک کشور صادر کننده نفت و گاز گزینش های متفاوتی است. اما چین رو نگاه کنیم، چین یکی از کشورهایی است که الان اتفاقا سرآمد در جایگزین کردن انرژی های تجدید پذیر به جای نفت و گاز. درسته مصرفش زیاده در این زمینه، ولی وقتی شما نمودارها رو نگاه میکنید میبینید که اتفاقا پایبندی چین خیلی بالا بوده. 5-6-7-8 سال پیش چنین تصوری عجیب بود، ولی چین داره نشون میده که بحث آلودگی رو جدی گرفته. خب این معنیش این است که در نه دراز مدت، حتی نه میان مدت، در یکی دو دهه آینده چین هم احتمالاً به شکل کنونی خریدار نفت و گاز نخواهد بود. گاز رو که اصلا نمیدونم راستش، نفت رو میدونیم که خریدار اصلی، ولی نخواهد بود به زودی. ببینید اینکه کشورها تلاش کنن وابستگی خود رو به هر چیزی خارج از کشور خودشون کم کنن، وابستگی نظامی، وابستگی انرژی، وابستگی سیاسی، امری کاملا متداول و منطقی به صورت عقلانی. این که به تلاش خودشون رو بکنن این وابستگی رو بکاهن، بله. این که بتونن در آینده نزدیک، منظورم در چند دهه آینده است، بتونن از به این وابستگی کامل برسن، کشوری با این حجم از به اصطلاح اقتصاد دوم دنیا، با 1.5 میلیارد جمعیت، با عدم توسعه متوازن در غرب چین، در شرق چین، جنوب و شمالش، بتونه به این دست پیدا کنه، امری است که خیلی سالها پیش هم در موردش صحبت شده بود که به نتیجه میرسه. نکته دومی که میخوام اشاره کنم که اساسا ژئوپلیتیک یک مفهومی کاملا تفسیرپذیره. گاهن هم ما اون رو با ژئو استراتژی و ژئو اکونومی اشتباه میگیریم یا جابجا استفاده میکنیم از این کلمه. مسئله نفت اینه که نفت بخشی از ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای هست که میتونه در کنار ژئو استراتژی و ژئو اکونومی از نقشی پیدا کنه، به خصوص در منطقه‌ای مثل خاورمیانه بتونه تعیین کننده شکل، نوع و رفتار کشورها باشه در کنار هم و در ارتباط با قدرت‌های جهانی که احتیاج دارن به اون منطقه از هر حس. یعنی منظور شما رو نمیفهمم. منظورم اینه که ببینید نفت تعیین میکنه که اهمیت قدرت‌های جهانی نسبت به منطقه چگونه باشه. در حال حاضر چین و هند به شدت به نفت خاورمیانه احتیاج دارن، هرچند که آمریکا از این گود خارج شده. این به این معنا نیست که قدرت‌های جهانی اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه رو از دست داده باشن. نکته بعدی اینه که اهمیت خاورمیانه ضرورتاً فقط نفت نیست. یعنی این جایگاه ژئوپلیتیک فقط وابسته به نفت نیست، عوامل دیگه هم درش هست. عوامل بسیار مهم ژئوستراتژیک، مثلا مسئله کریدورها، جنگ کریدورها رو ما در سال بعدی، مسئله بعدی مسئله محیط زیستی، مسئله آب، جنگ آب رو ما در آینده خواهیم داشت. مسئله اینه که ژئوپلیتیکس و مخصوصا مسئله نفت به خصوص میتونه با تغییر تکنولوژی و تغییرات تاریخی به شکلی کاملا محسوس اهمیتش تغییر پیدا کنه. به عنوان مثال اونهایی که دید نقدی به مسئله ژئوپلیتیکس دارن میگن که مسئله فقط فضا، جغرافی و مردم و سیاست نیست، مسائل دیگه ای الان داره پیش رو میاد. مسئله زمان، از زمانی که کانال سوئز ساخته شد اهمیت ژئوستراتژی منطقه کاملا تغییر پیدا کرد به عنوان مثال. یا از زمانی که ما وارد جنگ های سایبری شدیم اصلا ژئوپلیتیک سایبری منطقه میتونه تغییر پیدا کنه. بحث شما این است که ژئوپلیتیک بسیار پیچیده تر از اون هست که ما سادهش کنیم به یکی دو عامل، به قیمت نفت. بله، از شما سوال خواهم کرد راجع به عوامل دیگه‌اش یا منابع دیگه نفوذ و قدرت ژئوپلیتیکی. بله. آقای کیپور، کسایی که طرفدار تعامل با غرب هستن میگن تکنولوژی‌های ما در این زمینه حیاتی فرسوده است. بله. و باید سرمایه‌گذاری غربی که سرمایه‌گذاری میشه گفت مهمتریه از این جهت که تکنولوژی بروزتر میاره رو جذب کنیم. بله. چنین چیزی درسته؟ بله، من موافقم با این. یعنی ما همچنان مثلا حتی اگه به سمت شرق، به سمت چین یا حتی روسیه بخوایم بریم، این نکته رو باید در نظر بگیریم که اون تکنولوژی که توی غرب
وجود داره، چه حالا اروپا چه به خصوص امریکا، هنوز در بسیاری از موارد به خصوص وقتی راجع به انرژی داریم صحبت میکنیم کشورهای شرقی بهش نرسیدن. البته من اینجا نافی پیشرفت‌های تکنولوژیکال چین اصلا نیستم، یعنی به خصوص گپ اگه بخوام راجع به ایران صحبت بکنم، گپ تکنولوژی ما با بقیه تو حوزه انرژی انقدی هست که حتی میتونیم از چین خیلی چیزها رو یاد بگیریم و استفاده بکنیم. نبایدم معطل این باشیم که حالا چون غرب نیستش پس نمیتونیم با چین کار کنیم. اما شما اگه نگاه بکنید مثلا در مورد روسیه، من مثالی که میتونم در مورد وضعیتی که بعد از تحریم‌ها اتفاق افتاده بگم. خب تحریم‌های علیه روسیه من. بله. به خصوص بعد از این جنگ اخیر اوکراین. خب به صورت متوسط، البته همه این آماری که من میگم شاید باز در موردش اختلاف شد، چون وقتی در مورد روسیه صحبت میکنیم اساسا آوردن آمار دقیق خودش یک چالش بزرگه، اما برآوردها میگه که در حوزه نفت و گاز، در حوزه استخراج و فرآوری، حدود 10-15% وابستگی روسیه به تکنولوژی غربه. این آماری خورده میتونه گمراه کننده باشه. چرا؟ چون وقتی شما میرید میبینید این 10-15% دقیقاً جزء کلیدی ترین و های تک ترین تکنولوژیان، مثلا در مورد دکل ها، به خصوص در مورد روش های شبیه سازی و چیزهایی که خیلی خیلی مهمه برای اینکه یا فناوری های اکتشاف در حوزه قطب شمال که به شدت آسیب دیده بعد از حتی تحریم هایی که از 2014 اومده، میبینید که اتفاقا توی اونجاها که های تک هستش و نیاز وجود داره، خب روسیه خیلی آسیب دیده. من اگه بخوام از این استفاده کنم، برمیگردم به بحث اکتشاف و تولید نفت در ایران از منابع دریای خزر. خب سمت عمیق‌تر دریای خزر به سمت جنوب، یعنی ما، سمت ما. بله، بیشتر از 1000 متر اونجا عمق داریم و این فناوری‌های در واقع اکتشاف و تولید از آب‌های عمیق نیاز داره، چون خلیج فارس اصلا قابل مقایسه با اون نیست. خلیج فارس تو حدود مثلا 40-50 متره و ما نمیتونیم هیچ وقت ازش تولید کنیم. یک دلیلش در بین دلایل مختلف تکنولوژی غربیه، در صورتی که مثلا کسی مثل آذربایجان تمام نفتش رو داره به نوعی از همین منابع خزر استخراج میکنه. در جنوب هم در زمینه استخراج گاز با مشکل مشابهی روبرو هستیم در مقایسه با قطر یا نه؟ بیشتر من بحث رو چون در مورد گاز از پیوند میخوره با مسائل سیاسی بیشتر، چون این تفاوتی که وجود داره بین نفت و گاز، یکی از تفاوت‌ها این هستش که شما در مورد نفت وقتی میدان رو کشف می‌کنید میتونید شروع کنید تولید کردن و حالا بعداً مشتریشو پیدا می‌کنید. در مورد گاز اینطوری نبوده، یعنی شما اول باید مشتری رو پیدا بکنید، بعد چون گاز اگه تولید بشه نمی‌تونید جای ذخیره‌اش بکنید. و به خصوص یکی از دلایلی که چرا ما LNG لیکویفاید نچرال گاز، گاز طبیعی مایع شده، صفر صادراتمون و تولیدمون، صفر مطلقه، و سالها ما یکی از فازهای پارس جنوبی رو روی این تعریف کردیم و همچنان همینطور مونده، این هستش که خب این تکنولوژی دست غربی هست. مشتری نداره. نه، اصلا تکنولوژی دست غربی هست، یعنی یک کسی مثل روسیه حتی یا حتی چین هم اون تکنولوژی تولید در واقع گاز رو به این شکل نداره. مثلا روسیه یکی از مهمترین پروژه LNGش در ساخالینه در شرق روسیه که همه رو شرکت BP انگلیس انجام میده. نتیجه‌گیری شما از یکی دو سه دقیقه پیشتر از این میشد اینکه حتی اگر تکنولوژی هم بود در زمینه استخراج و صدور گاز باید مشتریشو داشته باشی. بله. که و به دلیل نوع تعامل ایران با منطقه و غرب چنین چیزی نیست. نیست. و حتی مثلا این تکنولوژی LNG رو ما عملا نمیتونیم، مگر تو LNG خیلی کوچیک، ولی LNG های بزرگ ما نمیتونیم بریم سراغ روسیه و چین. خود روسیه و چین، خود روسیه حتی عرض کردم میره از کشورهای غربی میگیره. خب آقای ساله، شما داشتید به این میرسیدید که جایگاه کشورهایی که صادرکننده نفت و گاز هستند فقط به این نفت و گاز نیست، یا به عبارتی منابع دیگه هم هست که میتونه این جایگاه رو حفظ کنه و حتی ارتقا بده. راجب این توضیح بدید. ببینید، در مورد اهمیت ایران، از اهمیت ژئوپلیتیک ایران اشاره کنم. این فقط نیست که ایران جزو 3-4 کشور در جهان است که با بالاترین ذخایر نفتی و گازی این جای خود داره. این که چقدر تولید میکنه، میتونه تولید کنه، اون امری است که مرتبط به سیاست که آیا تحریم ها اصلا اجازه بدن سرمایه گذاری بشه چیز بشه یا نه. اما از لحاظ ذخایر نفتی و گازی یکی از 3-4 کشور برتر در سطح دنیاست. نکته اینجاست که اون چیزی که در نظر ژئوپلیتیک ایران رو بسیار پراهمیت میکنه اینه که ایران در نظر ژئو استراتژیک، اینجا صحبت میکنم، با دو منطقه بسیار نفت خیز
در سطح جهان غنی از لحاظ نفت و گاز همسایه است، چه منطقه خلیج فارس چه منطقه خزر، با 15 کشور همسایه است، همسایه خاکی و دریایی، و بخش بزرگی از اینها صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز هستند در سطح جهان در پیرامون خود، در جایگاهی قرار گرفته که میتونه کریدورهای شمال به جنوب، غرب به شرق رو برای قدرت‌های اقتصادی مثل روسیه و چین ایجاد کنه. نکته بعدی که به این امر از نظر ژئوپلیتیک اضافه میکنه دو نکته بعدی است. یکی اینکه از لحاظ قدرت نظامی در منطقه قدرت منطقه‌ای محسوب میشه و استقلال سیاسی داره و اینها باعث میشه که از لحاظ ژئوپلیتیک اهمیت به سزایی ای پیدا کنه. اهمیت چون برای در مورد استفاده از اون کوریدورها این در صورتی که تعامل داشته باشه دیگه، یعنی بس فقط تعامل سیاسی نیست که بتونی تعامل مالی کنی که از منافع این بهره مند بشی دیگه، وقتی اون نوع تعاملی که باعث بشه که شما بتونی این رو به اون وصل کنی اون رو به این وصل کنی و بعد از منافعش سود ببری نباشه، سیستم بانکیت فشل باشه، و این در واقع میشه یک میشه گفت امتیاز بالقوه ولی بالفعل نمیشه. دقیقا ببینید یک بحثی هست اینه که شما اگه بتونید از اون قدرت چانه‌زنی خودت رو با غرب بالا ببری که بتونی اون امتیازات رو پس بگیری یا بهترش کنی تا حدودی، باید موقعیت خودت رو تقویت کنی، باید این امکان رو حداقل به تصویر بکشی که من میتونم یک چهارراه باشم، من میتونم یک کشور زامن ثبات باشم، یک کشور ثبات سیاسی امنیتی داشته باشم در یک همچین منطقه آشوب زده ای، تا بتونیم وارد معامله بشیم. تا وقتی که شما قدرت نداشته باشی در معادلات بین المللی ضرورتاً کسی که به شما این امتیازات رو نمیده. کاری که ایران میکنه به خاطر موقعیت خاصش و رودرویش با غرب به خصوص در آمریکا، به خصوص در مورد مسئله برجام از 2018 به بعد، داره تلاش میکنه جایگزین‌های برای غرب پیدا کنه، نه ضرورتاً به این معنا که اون رو درست بدونه، به خاطر اینکه اولا که راه دیگه‌ای تقریباً نداره، دوم اینکه در با در نظر گرفتن اون تنوعی که در معادلات قدرت در سطح جهانی ایجاد شده، کثرت‌گرایی قدرت‌ها، ایران به دنبال جایگزینه، جایگزینش بریکسه، جایگزینش شورای همکاری شانگهای، جایگزینش روسیه است، چین، هند و کشورهای همسایه و منطقه‌ای که بتونه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات بتونه به اون وابستگی خودش رو به غرب کاسته و باعث بشه در نهایت که غرب امکان فشار بیشتر رو نداشته باشه و وارد یک محاوره یا یک مذاکره جدیدی بشن به طور استراتژیک، چون که در دنیای آنارشیک ما ضرورتاً هیچ قدرت جهانی بر نمیتابه قدرتمند شدن یک کشوری رو در منطقه‌ای بسیار از لحاظ جیوستراتژیک پر اهمیت مثل خاورمیانه. من این رو نمیبینم که کار کردن با غرب به معنای اعتماد کردن به غرب باشه. با این قسمت صحبت آقای سالم موافق هستم که همون کاری که مثلا عربستان داره انجام میده، شاید عربستان 20 سال پیش به عنوان یک متحد سنتی و تماماً کارکننده با امریکا و غرب دیده میشد، ولی الان من فکر نمی‌کنم کسی عربستان رو اینطور ببینه. خب خیلی توجه به چین داره، حتی توافقاتش رو داره میبره به سمت اینکه مسئله هسته‌ای رو حتی با چین توافق بکنه، ولی روابطش با غرب هم حفظ کرده. ولی روابطش با غرب هم حفظ کرده و البته منظور شما این است که از این لنز اعتماد و بی‌اعتمادی به مسائل این چین نگاه کردن خیلی اصلا. یعنی اصلا ما اینجا بحث رفاقت و دوستی نیست که بر اساس بگیم اعتماد می‌خوایم بسازیم، بازی منافع هست. البته منافع لزوما معنی فقط منافع اقتصادی نه، منافع استراتژیک، منافع نظامی، شما باید بتونید با همه کار بکنید. عرض من قسمتی که اشاره کردم، مثلا همین الان هم در مورد چین یا روسیه ما فناوری‌هایی رو در اونجا می‌بینیم که خیلی می‌تونه به ما کمک بکنه. لزومی نداره که ما فکر کنیم چون از غرب نمی‌تونیم بگیرمشون پس از چین هم نمی‌شه. من اینطوری میتونم مثال بزنم، فرض بکنیم که سطح فناوری های مورد استفاده ما 20 باشه 30 باشه در بحث نفت و گاز، فرض دارم عرض بکنم. خب امریکا فرض کنیم 100 باشه و چین 80، خب برای 20 80 هم میتونه در بسیاری از موارد کار بکنه اگر 100 در دسترس نباشه، ولی سوال اصلی اینجاست که آیا این در دسترس نبودن 100 رو من خودم ایجاد کردم یا او ایجاد کرده، و حتی اگه به عنوان یه گزینه روی میز نگرش بدارم، آیا باعث نمیشه که وقتی سراغ چیزم 80 رو راحت‌ترم بگیرم؟ یعنی این نکته است، شما باید بتونی
نگوشیت بتونی چونه بزنی با طرفین مختلف. دقیقاً نمیتونه. ولی یه بحث دیگه هم آقای صالح کرد، اونم این که جایگاه ژئواستراتژیک یا ژئوپلیتیک ما از این رو استفاده میکنیم، اینها فقط به نفت و گاز وابسته نیست. بله. و میتونه عوامل دیگه از جمله موقعیت جغرافیایی کمک کنه به حفظ جایگاه، در صورتی که در زمینه انرژی شما نتونی اون موقعیت پیش رو حفظ کنی. خب من باید به این اضافه کنم وضعیت ایران از نظر تسلیحاتی، ایران الان تسلیحات صادر میکنه دیگه، یک صادر کننده مهم شده در حوزه تسلیحات، حداقل در منطقه اطراف و به روسیه. فکر نمی‌کنید این معنیش این است که ممکنه سوخت‌های فسیلی اهمیتشون از دست بدن، ولی این ضرورتاً به معنی از بین رفتن نفوذ و جایگاه کشورهایی که صادرکننده این سوخت‌ها هستن نیست، برای اینکه چیزهای دیگه میاد جایگزین میشه دیگه. اصلا این نکته خیلی مهمیه، ولی مسئله سر اینه که اگر قرار این تغییر انجام بشود شما دارید چطور با این تغییر برخورد میکنید. مثلا کشوری مثل عربستان فقط همه سرمایه گذاریش الان مدت هاست رو نفت و گاز نذاشته. شما میبینید که مثلا بخشی از سهام آرامکو رو مدت هاست صحبتش هستش که واگذار بکنه، بعد از پولی که از اینجا میخواد در بیاره میاره میذاره تو بخش های گردشگری و اون برنامه های بلند پروازانه که وجود داره در مورد انرژی های تجمیه. یعنی میخوام بگم که حتی کشوری مثل عربستان که سلطان اوپک بوده و جزء مثلا دسته موسوم به کبوتر هاست و همیشه از تولید افزایش تولید و افزایش سهم بازار داره دفاع میکنه، حتی عربستان هم این رو فهمیده و داره تمام تخم مرغاشو نمیخواد بذاره تو سبد نفت و گازش، ولی میره از سمت انرژی نفت و گاز استفاده میکنه برای این برای در مقابلش مثلا کسی مثل روسیه و این دیدگاه رو نه تنها فقط در مورد نفت و گاز، نه فقط در مورد این، در مورد بقیه چیزا هم اینو ما میتونیم ببینیم. و روسیه رو وقتی مثلا من باز مقایسه میکنم میبینم که هنوز روسیه دوچار یک نوع تأخر زمانی هست و داره فکر میکنه به ابزارهای قدرت سخت، استفاده کردن از نفت و گاز به عنوان سلاحش، یعنی به عنوان مسئله توسعه‌ای نمیبینه، همچنان یعنی همین نگاتیو میبینه. بله، همین روشی که در سوال من نهفته بود رو دنبال کرده که به جای سوخت‌های فسیلی از اهرم‌های دیگه استفاده کنه، ولی به نظر شما موفق نبوده؟ اگه در مورد عربستان صحبت کنیم بله موفق بوده به نظر من، یعنی داره نشونه، الان زوده که بخوایم بگیم موفق هست یا نه، ولی اون نشونه‌های تغییر و اینکه درک کرده که قرار آینده چیزی متفاوت باشه، حداقل به عنوان یک احتمال رو این حساب کرده. عربستان تغییر روی کردش موقعی اتفاق میفته که آمریکا از لحاظ نفتی مستقل میشه، چالش‌های دیگه جهانی داره و نقشش در خاورمیانه کم رنگ میشه و این باعث میشه که نتونه آنگونه که عربستان بخواد در 20 سال گذشته از منافع عربستان در منطقه حمایت کنه، من جمله حمله به آرامکو که آمریکا هیچ کاری نکرد در حالی که شاید عربستان این انتظار رو داشت. این باعث میشه که، منظورم اینه که تغییرات منطقی و در سطح بین المللی باعث میشه که عربستان روی کرد خودش رو از روی کرد یک جانبه نسبت به غرب به چند جانبه نسبت به جهان دیگر و شرق و پیدا کنه. گذاری انرژی شو تغییر بده. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه قدرت دیگه جهانی به نام چین که وارد کننده نفت از این دو کشور ایران و عربستان به عنوان یک میانجی وارد میشه، برای اولین بار در تاریخ خاورمیانه به اون یک کار بزرگ دیپلماتیک انجام میده در غیاب کامل آمریکا و مناسبات این دو کشور و این مناسبات نشون میده که چگونه نفت میتونه بخشی از این تغییرات ژئوپلیتیک باشه در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای. من یه نمونه مثال کوچولو دیگه بزنم که قشنگ رابطه بین سیاست، جغرافیا و نفت رو هم نشون بده. تاریخی است، چون که دیدگاه نقدی به ژئوپلیتیک میگن که تاریخ بسیار پر اهمیته در اون. در جنگ جهانی دوم وقتی که قدرت‌های غربی و روسیه به ایران حمله میکنن به خاطر اینکه متهم کرده بودن رضا شاه رو که به آلمان ها نزدیک، از لحاظ سیاسی اون رو بر می‌دارن. بله. این سیاسیش از لحاظ ژئواستراتژیک ایران احتیاج داشتن که بتونن از خلیج فارس کمک کنن به روسیه. بله. این دو نکته دوم و نکته سوم احتیاج به نفت داشتن در سرمای جنگ روسیه و آلمان ها در غرب روسیه که نفت ایران رو
میدادن برای تهیه کردن. ببینید بله، در واقع تلاشش این بود که قفقاز دست آلمان نیفتاد. بله. آلمان نازی اگر بله. قفقاز دست آلمان نازی میافتاد اصلا بله. ممکن بود چون که باکو هم لحاظ بله. نفتی بسیار بله. بله. ببینید اینجا ما رابطه سیاست، جغرافیا و نفت رو میتونیم خب. ببینیم و پیدا کنیم. نکته بعدی در مورد نااطمینانی یا عدم یقینی که در روابط بین‌الملل هست، بله ما دیدیم که هیچ کس باور نمی‌کرد روزی روسیه اوکراین رو به تصرف در بیاره و چگونه این موضوع میتونه بر نه فقط اینکه ژئوپلیتیک منطقه تغییر بده، بلکه بر مورد مسئله اهمیت نفت، قیمت نفت هم تاثیر بگذاره. بله. ما نمیدونیم در آینده چین و تایوان چگونه خواهد شد. ما در آینده نمیدونیم ایرانی که یک قدرت در آستانه اتمی هست در خاورمیانه چه و در لحاظ استراتژیک به بسیار همونجوری که گفتم دو حوزه نفتی بزرگ دنیا خلیج فارس و دریای خزر دسترسی داره. میتونه بله به همین دلیل خیلی اهمیت داره که شما به توسعه به این شکل نگاه کنید که الان من امتیازهای لازم رو بگیرم، به خصوص در حوزه انرژی، برای اینکه 20 سال دیگه این امتیاز ممکنه از بین رفته باشه. بله. خب روسیه که ایشون گفتن به دلیل مناسباتی که نوع مناسباتی که با غرب الان داره که خصومت کامله، این در حوزه تکنولوژی سوخت‌های فسیلی عقب افتاده، اما این باعث میشه در حوزه توسعه هم عقب بیفته. تهران دقیقاً به همین حرف شما رسید که برجام رو امضا کرد و صدها میلیارد دلار باش هم با شرکت‌های نفتی و شرکت‌های غربی قرارداد بستن. مسئله اینجاست که غرب به همون جور که گفتم بر نمیتابه قدرتمند شدن ایران و دیدن که شرق بر میتابه. به نظر شما روسیه مثلا شرق میتونه ضرر کمتری ببینه نسبت به غرب در مورد ایران و قدرتمند شدنش، حتی اتمی شدنش. این باعث شد که در سال 2018 همون جوری که گفتم عدم یقین، عدم اطمینان در سطح در دنیای آنارشیک ما باعث بشه که ترامپ از این نه فقط اینکه خارج بشه، بلکه فشارهای حداکثری رو بر علیه ایران اعمال کنه و ایران راهی نداشت جز اینکه بره نفت خودش رو به چپ و روی کرده به شرق رو داشته باشه. اینجا دیگه به بحث مهم شرق یا غرب رسیدیم. توی این مناظره های انتخابات ریاست جمهوری کاملا واضح بود دیگه. یک سمت میگفت که ما باید سفت بیستیم و سیاست رو به شرق ما در نهایت جواب خواهد داد. سمت دیگه میگفت که جواب نخواهد داد و رو میکرد و مردم میگفت مردم زندگیتون نشون داده که جواب داده این سیستم، این روی کرد به شرقی یا نه. در سیاست گذاری انرژی به گفته ایشون ایران سعی کرد به غرب رو کنه اما نتیجه نگرفت. موافق نیستم با این قضیه، نه اینکه ایران نخواست بره به سمت غرب، این خواست بود، ولی تا جایی که من میدونم ما قراردادهای مثلا میلیاردی و بالایی نتونستیم با غربیا منعقد بکنیم. دلیلش هم این هستش که ببینید بازار انرژی خیلی بازاری دینامیکیه، این همه بازارهای مالی دیگه. شما وقتی که به مدت چند سال عقب میمونید، قطع میشید کامل. خب ما 2012 انتهای 11 و اوایل 12 برای اولین بار در طول تاریخ مواجه شدیم با تحریم‌های بین‌المللی نفت علیهمون. این فرق می‌کنه با تحریم‌های ترامپ که نفت ما، یعنی هیچ کشوری طبق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل اصلا مجاز نبود نفت ایران رو بخره و بانک مرکزی مون هم تعیین شده و مسائل دیگه. خب این حتی بگیم خیلی خوشبینانه بگیم 2015 برجامی امضا شد و از 2012 سه سال ما بیرون مونیم، سه سال واقعا زمان زیادیه و شما میبینید تو همین زمانش هم خیلی اومدن جای ما رو پر کردن در از نظر بازار نفت، یعنی کسانی که مشتری سنتی ما بودن، مثلا فرض کنید که ما بازار کره، بازار ژاپن رو بشدت از مدت‌ها قبل، چون اینطور نبود که مثلا صبح روز 1 ژانویه 2012 تصمیم گرفته بشه که نفت ایران تحریم بشه. از مدت ها قبل، حدود حداقل من اطلاع دقیق دارم از یک سال قبلش، حداقل این برنامه بود که به کشورها گفته شد که واردات نفتتون رو از ایران کاهش بدید. و یه نکته خیلی مهمی من میخوام اینجا اشاره کنم، ببینید باز فناوری چه نقش مهمی رو اینجا ایفا کرد. زمانی بود که پالایشگاه نفت از اساس وقتی دیزاین میشدن، همون بس که در ابتدا عرض کردم خدمتتون، مشخص بود که این نفت این پا
پالایشگاه قراره از کجا بیاد و پالایشگاه دیزاینش، وسایل تکنیکالش، اقتصادیش بر اون اساس انجام میشد. اما نمیتونم بگم که این با تحریم ایران، ولی میتونم بگم تحریم نفت ایران در 2012 یک نقطه عطفی بود که پالایشگاه شروع کردن به اینکه سبد نفت ورودیشون رو کاملا متنوع کنن. ما با پالایشگاه‌های مواجه شدیم در چین که 20 نوع نفت مختلف رو وارد میکنن، مخلوط میکنن و به عنوان خوراک استفاده میکنن. خب این چی به ما میگه؟ این به ما میگه که اگر روزی یکی از این 20 تا کنار گذاشته شد، شما راحت میتونید بقیه کار پالایشگاه روتین انجام بدید. منظور شما این است که چین روی ایران حساب نمیکنه؟ اصلا هیچ کشوری، یعنی همه متوجه شدن که این مناسب نیستش که شما روی... حتی در اروپا هم در مورد نفت و در مورد گاز روسیه این رو میبینیم، به خصوص بعد از اوکراین اتفاق افتاد. آقای صالح میگه که نسبت به غرب، شرق به طور خاص روسیه، حساسیت کمتری به نسبت به قدرتمند شدن ایران داره. شما که بخصوص میدونم در زمینه صنعت انرژی روسیه کار کردید و ایران رو هم خوب میشناسید، ما بگید که از نظر سیاست گذاری انرژی، از نظر استخراج و استفاده از منابع انرژی، روسیه دوست داره ایران قدرتمندتر بشه یا نه؟ چون به هر حال از جهتی ایران رقیب روسیه در زمینه انرژی های فسیلی هم هست دیگه. بله، ببینید وقتی در مورد بازار گاز اروپا صحبت می‌کردیم در گذشته، به خصوص تو دهه 2000، همیشه این دیدگاه وجود داشت که روسیه اصلاً علاقه نداره که ایران وارد این بازار بشه و حتی در بعضی جاها مداخلات ادعایی بود که مداخله می‌کرد. خب این 2000 بود، اما بعد از اون بعد از این من فکر می‌کنم روسیه یک جورایی خیالش از این موقع دیگه راحته که این اتفاق نخواهد افتاد، چون نه فقط خود بحث فناوری بلکه بحث مسیر هم مطرحه. یعنی گاز ایران قراره از چه مسیری به فرض به اروپا، یعنی فرض کنیم مثلا گذار انرژی اتفاق نمیفته یا در دوران گذار انرژی گاز همچنان مصرف میشه، تو 2005 کسی میتونه به من نشون بده از چه مسیری ما میخوایم خط لوله بذاریم که به اروپا این رو صادر بکنیم؟ مسیرش ترکیه است که همیشه مورد مناقشه بوده. و بعد اینکه ما در فصل سرما در خود ایران الان مشکل تراز منفی گاز داریم، نه اینکه پتانسیل نداریم، پتانسیل وجود داره. دقیقاً بحث سر برنامه‌ریزیه، فناوری و سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خب خیلی مهمه. در زمینه گاز شما فکر می‌کنید روسیه خیالش راحته که ایران نمیتونه رقیبی باشه؟ ده. ولی اگر تسری این رو بدیم به نفت و همینطور فراتر از نفت حتی اهرم‌های دیگه‌ای که ایران میتونه داشته باشه، شما نگاه روسیه به ایران رو چطور میبینید؟ آیا به گفته آقای صالح روسیه حساسیت کمتری داره نسبت به قدرتمند شدن ایران در این منطقه؟ در مورد نفت هم به نوع دیگه ای من فکر میکنم روسیه یه جورای خیالش راحته، به لحاظ اینکه ما 90% نفتمون الان به چین داره میره و چین اینقدر بازارش بزرگ هست که ما نهایتا میتونیم مثلا رقیب باشیم اونجا با هم دیگه. اون خصومتی که من اسمشو میذارم عامدانه خصومت، که وقتی در مورد بازار گاز اروپا صحبت میشد بین ایران و روسیه بود، فکر میکنم جاشو به رقابت میده بین ایران و روسیه و عربستان سعودی در بازار چین. آقای صالح، در حوزه تسلیحاتی فکر میکنید ایران تونسته تا حدی یه جوری جایگاهی رو به دست بیاره که کشورهای منطقه و حتی یه مقدار فراتر کشورهایی در آفریقا و این سو اون سو بهش به عنوان یک منبع تأمین تسلیحات نگاه کنن؟ بله، من قبلش اشاره کنم که کاری که ایران داره میکنه اینه که به یک قدرت پایدار برسه. یعنی برای اولین بار در دنیای در تاریخ مدرن ایران، برای اولین بار استقلال سیاسی و استقلال نظامی داشته باشه، چیزی که معمولا قدرت‌های جهانی لازمه اولیه‌شون اینه که این دوتا رو داشته باشن تا بتونن جهشی پیدا کنن در آینده. مطمئنا با چالش‌های زیادی در این برهه زمانی مواجه میشه. اینکه برای اینکه به رسیدن به قدرت پایدار اینه که شما به این معناست که بتونی قدرتمند بشی بدون اینکه اصلا در نظر بگیری چه کشوری حساسیت داره نسبت به شما، چه کشوری دوست داره، چه کشوری نداره. یعنی مستقل از فرای مرزهای خودت بتونی به اون سیاست‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی خودت برسی، علارغم تمام چالش‌های ممکن. و اینکه روسیه بخواد ایران ضعیف باشه در این مورد شک نیست، اما این مسائل نسبیه. هیچ کشوری از خوش قدرتمند شدن کشور دیگه‌ای
خوشحال نمیشه در دنیای آنارکیک و واقع‌گرایی ما. اما اینکه من بعضی وقتا مصالح امنیتی استراتژیکم با امنیت و استراتژیک یک کشور دیگه در هم تنیده بشه یا دشمن مشترک داشته باشیم، این امر میتونه این باعث بشه. بله، ایران در حال حاضر بستگی داره به آینده برجام، به مکانیزم ماش سال دیگه که بتونه باز دوباره سلاح‌هایی که از به اصطلاح مخصوصا در مورد پهپادها و قدرت موشکی خودش، در حال حاضر ایران داره به سودان، به اتیوپی، به روسیه مطمئنا داره این پهپادهای خودش رو صادر میکنه، بجز حتی متحدین غیر حکومتی مسلح در منطقه، در حزب الله، به هشت الشعبی و به حوثی ها که به اصطلاح پیشرفت چشمگیری داشتن. مسئله اینه که انتقال تکنولوژی پهپادی بسیار ساده است و بسیار ارزونتره نسبت به پیچیدگی های قدرت موشکی. و اگر ساده است و ارزونتره، معنیش این است که اون قدرت ها، چه دولت باشن چه شبه دولت، که از ایران میگیرن، این رو به سرعت میتونن این بند ناف رو قطع کنن و خودشون انجام بدن دیگه. بنابراین یک منبع نفوذ نرم و نفوذ سخت نخواهد بود برای ایران. حوثی‌ها الان خودشون میگن ما درست میکنیم، و تا حدی هم شاید به همین دلیل حرف شنو نیستن نسبت به ایران. بله، ضرورتا میتونه. بله، معمولا اصلا کسی از ایران سلاح میخره که لحاظ ایدئولوژیک و مساله ژئوپلیتیک منطقه نزدیک باشه. و میتونه همیشه حتی اگه به یک استقلال نسبی هم برسه در ساخت اون به سلاح‌ها، میتونه همیشه ایران سلاح‌های پیشرفته‌تری رو به اونها به اصطلاح پیشنهاد بده. بلد. و هم کاری که داره در مورد حزب الله میکنه. بعد از جنگ غزه ما شاهد این هستیم که حزب الله از سلاح‌های بسیار پیشرفته تری نسبت به گذشته داره استفاده میکنه. حوثی ها هم همینطور. این نشون دهنده اینه که ایران هم استراتژیش اینه که وابستگی نظامی و به اصطلاح این گروه ها، حالا یا کشورها، رو نسبت به خودش نگه داره. البته بگم فروش و خرید سلاح ضرورتاً فقط احتیاج نظامی نیست، گاهن یک تصمیم سیاسیه. ده. یعنی یک کشور فقط برای اینکه رابطه خودش رو با کشور دیگه نزدیک کنه میره ازش سلاح میخره، هرچند که شاید احتیاج هم نداشته باشه. ده. ما به سیاست گذاری انرژی در ارتباط با مصرف در داخل یک کشور خاص نگاه نکردیم در این بحث تا حالا. آقای کیپور، آیا دولت ایران موفق بوده در شروع روندهایی که نوع مصرف رو تغییر بده؟ شما که به خوبی با بحث انرژی و تکنولوژی‌های جدید آشنا هستید، می‌بینید چنین چیزی یا نه یه سری موانع سیاسی عملاً باعث میشه که دولت در قانع کردن مردم در مرحله اول، همون گام اول، مشکل داشته باشه؟ فکر میکنم حالت دوم هست. یعنی اساسا ما به خصوص بعد از انقلاب، وقتی اون گفتمان عدالت اجتماعی با اون معنای خاص خودش خیلی متداول میشه، ترجمان عدالت اجتماعی در حوزه انرژی این هستش که ما به همه بایستی همه انواع انرژی رو برسونیم. یعنی خاطرم هستش که چندین سال پیش که ما مطالعه انجام میدادیم، مجموع طول شبکه گازرسانی که در ایران هست 6 برابر محیط کره زمینه شده. یعنی شما همه این لوله ها رو کنار هم بذارید، میتونید 6 دور کره زمین بزنید. این در قیاس با کشورهای دیگه خیلی زیاده. خیلی زیاد است. به خصوص شما، یعنی ما سعی کردیم به هر جای، و این به عنوان یکی از آمارهای افتخارآمیز، شما ببینید هر وزیر نفتی که بر سر کار میاد در هر دولتی، یکی از افتخاراتش این هستش که مثلا فرض کنید من به 95% کشور، حتی به روستاها هم مثلا گاز بردم. البته باید بگم من دنبال میکردم، موقع ما در رادیو گزارش درست میکردیم برای رادیوی بخش فارسی BBC، در اون زمان موفقیت بزرگی بود که روستاهایی که دسترسی به انرژی گرمایی نداشتن تونستن خونه هاشون رو گرم کنن با استفاده از گاز دیگه. نگاه بهش الان به این شکل مقدار غیر منصفانه است دیگه. روستاها صاحب گاز نیست. نه، ببینید مثلا باز هم مطالعاتی بود که نشون میداد با اون هزینه ای که، چون بعضی از اینا خیلی هزینه بالایی داره، بله، با اون هزینه ای که ما صرف کردیم برای گازرسانی می توانستیم مثلا گاز نبریم، ولی به صورت کاملا متناوب کپسول گاز به صورت رایگان بدیم به این مردم و همیشه مطمئنشون بکنیم، به خصوص در یه جاهایی که مثلا در فصل گرما
اصلا نیازی به گاز نداره، یعنی طرف حتی بله، ولی اینا اغلب جایی هستن که دور از دست هستن، دسترس با تمام هزینه های در زمستان، یعنی با تمام هزینه های اون در نظر گرفته شده بود، مثلا اصلا یعنی هم هزینه عملیاتی اون خط لوله که داره الان کار میکنه بله. و مقایسه کردنش با اینکه ما مطمئنا مثلا اون یه جاده ای بسازیم بله. میخواهید بگید که سیاست گذاری انرژی ایران، دولت ایران در ارتباط با مصرف داخلی نشون میده که گامی به سمت انرژی های تجدید پذیر برداشته نشده بره. به دلیل اینکه سیاسی نگاه میشه به قضیه، کاملا قضیه سیاسی شده. یعنی اینکه شما ببینید حتی باز این صحبت مطرح بود که وقتی که یک وزیری، وزیر نفتی، وقتی که حالا میخواد یکی از راههایی که میخواد بمونه و به یه نماینده منتقد خودش امتیازی بده، یا خط لوله رو میبره اونجا، یا یه طرح پتروشیمی رو اونجا قول میده، یعنی از انرژی این استفاده میشه و بعد ماحصلش هم در حوزه صادرات انرژی ما می‌بینیم که مثلا فرض کن اگه 10 سال 15 سال هستش که داریم به ترکیه گاز صادر می‌کنیم، فکر می‌کنم 14 سالش گاز همیشه یه قطعی این وسط داشته بله. و این قابل اتکا بودن ایران به عنوان یک پارتنر انرژی در جهان خارج رو کاملا زیر سوال می‌بره. آقای صالح، نگاه شما به مسائل ژئوپلیتیک بر اساس این دیدگاه بنیادی تونه که نظم جهانی نداریم بلکه آنارشی جهانی داریم، به گفته خود شما نمیشه اعتماد کرد، باید مبنا رو بر بی‌اعتمادی گذاشت در مناسبات بین‌الملل. اگر این رو به داخل کشور و سیاست داخلی انرژی مورد مصرف در داخل کشور بیم ترجمه کنیم، عمل نمی کنه دیگه. شما در داخل به عنوان یک دولت باید سعی کنی اعتماد برقرار کنی، نه بی اعتمادی. یعنی مبنا دیگه اینجا باید بر اساس اعتماد و به عبارتی وفاق ملی باشه. ما در مسائل داخلی دو مبحث داریم که کاملا نمود پیدا کرده در انتخابات اخیر، در گفتمان دو طرف اصولگراها و به اصطلاح اصلاح طلبان. اصولگراها کاملا با تاکید بر قدرت، قدرت نظامی، قدرت حکومت میگن که تنها راه گذر از این چالش ها اینه که ما قدرت پیدا کنیم تا حرفمون و موقعیت ژئوپلیتیکمون، موقعیت ژئواستراتژیکمون که بعدها به ژئواکونومی بهتری هم منجر میشه. بحث اصلاح طلبا رو اگر کاملا دقت کنیم میبینیم که میگن که مسئله قدرت و امنیت فقط نباید در قدرت نظامی و امنیت حکومت به صورت خلاصه بشه، بلکه باید توسعه پیدا کنه به امنیت محیط زیستی، امنیت هویتی، امنیت اقتصادی و در کنارش امنیت نظامی و امنیت حکومت. به عنوان مثال توزیع کپسول ها در اقصی نقاط ایرانی میتونه یک مشکل محیط زیستی برای ایجاد کنه. از اون سمت هم وقتی شما یک خط لوله احداث میکنید، خود احداث خط لوله هم اثرات زیست محیطی خودش رو داره، ولی حتی باز ما کپسول استفاده نکنیم، چون بسیاری از مثلا ما در مقایسه با کشوری مثل انگلیس که خیلی آفتاب کم داره، در ایران ما 360 روز آفتاب داریم. چرا در جاهایی که آفتاب داریم یا در جاهایی که باد داریم از انرژی تجدیدپذیر استفاده نکنیم و اون یارانه‌ای که می‌خواستیم بدیم به سوخت‌های فسیلیمون چرا ندادیم به این؟ خیلی ممنونم. با آخر پرگار این هفته می‌رسیم. تشکر از اینکه پای این بحث نشستید و همینطور از مهمان‌های برنامه جواد کیپور و علم صالح. امروز از میان پیام‌هایی که به ما رسیده یکی رو که آیدین محمدی نوشته براتون می‌خونیم. ایشون پیام محبت‌آمیزی که خیلی مایه تشویق بود نوشته و خواسته به نقل از خودشون میگم، با یک پروژه تدوینی و با اضافه کردن ادویه تصاویر روی صحبت‌ها در قالب شورت‌ها، ریل‌ها و ویدیوهای کوتاه اینستاگرام و یوتیوب برد و نفوذ برنامه رو بیشتر کنیم. آقای محمدی، همونطور که خودتون گفتید کار راحتی نیست که در ساختار چه این برنامه‌ای از جذابیت تصویری استفاده کنیم، البته جز قیافه من و مهمان‌ها. با این حال سعیمون رو میکنیم، اگر شما پیشنهاد حرفه‌ای در این زمینه دارید دریغ نکنید. ضمناً یک نکته از سر تجربه باید بگم، استفاده از تصویر حین صحبت مهمان برنامه عموماً مانع تمرکز بیننده برنامه روی مضمون صحبت‌های مهمان‌ها میشه. شب و روز بر همه شما خوش.